مباحثی که از قبل داشتیم و حساب کرده بودیم رو حالا هم بریم سراغ کیس استادی های مختلف، هم بریم سراغ این که خب این کیس استادی ها توی ابعاد مختلف دارن زندگی میکنن، توی دو بعد و سه بعد کار رو انجام بدیم. حالا با عنوان مثال توی تمرین یک ما دوتا تصویر بهتون دادیم، یه تصویر کهکشان و تصویری از سی ام بی، از یه شبیه سازی از سی ام بی، در حقیقت یه پچی از سی ام بی که شبیه سازی شده و خواسته شده که تابع توضیحش رو به دست بیارید، autocorrelationش رو، در حقیقت weighted two point correlationش رو به دست بیاریم و بریم تبدیل فوریهش، مخصوصا تبدیل فوریه در دو بود و autocorrelation در دو بود میتونه یکم حساب کردنش نکته داشته باشه و یکم دشواری داشته باشه. کجا بریم اینو حساب بکنیم؟ زد همینجا حساب انجام میدیم دیگه. اینجا فقط من مطمئن بشم نام پای اومد داتلیب ایمپورت شدم. خود دیتا ها رو اول من یه بار نشونتون بدم. یکی این ملکی وی دات جی پیگ، یه دونه این چیه؟ نه این نیست مطمئنه. یه دونه سی ام بی هم بود که این باشه. این اگه اشتباه نکنم ان پی وای داره، ان پی وای. خب بریم اول ملکی وی رو باز بکنیم. فایل جی پیگ رو وقتی میخواییم باز بکنیم میتونیم از خود متلادلیب استفاده کنیم. پی ال تی آی ام شو بود که میزدیم، یکی دیگه داره آی ام رید، معادلش آی ام سیف هم داره که میتونه اکثر بر ما سیف بکنه. میتونیم آی ام رید بکنیم این ملکی وی دات جی پیگ رو، بریزیمش توی دفعه پیش اسمش رو داشتیدم بر ملکی وی ام دبلیو، خوب بود راحت بود. اسمش رو بذاریم ام دبلیو، بعد اینو اصلا بریم نگاه کنیم چی توش داره ام دبلیو، اصلا بریم شیپش رو نگاه بکنیم. شیپ MW رو اگه نگاه بکنیم میبینیم که 1350 در 1350 در 3، چون عکس رنگی بوده، عکس رنگی 3 تا کانال داره، این کانال های RGB شه که ولی خود عکس هم 1350 در 1350 بوده. ولی نکته که وجود داره اینه که این عکس رو من قبلا سیاه‌سفید کرده بودم که این عکس باشه و سیاه‌سفید که کردم یعنی اینکه اومده هر سه تا کانالش رو مساوی کرده، یعنی کانال‌ها دیگه با هم دیگه فرقی ندارن. به خاطر همین ما میتونیم وقتی داریم ملکی وی رو میخونیم بگیم که اون این الان سه تا لایه رو هم دیگه است دیگه، این الان یه برم بتونم خوب بکشم، فرض کنید این شکلیه، سه تا لایه‌ای که قبلا RGB بودن رو هم دیگه افتادن که الان ما یه لایه‌ش رو برداریم کافیه، دارم میگم هیچ اطلاعات اضافی توی هیچ کدوم از این لایه‌ها نیست. پس میگم همش و شماره صفر مثلا برام تونستم میگم شماره یک رو بردار، اینجوری که باشه یک دونه ای میشه. و حالا اگه PLT IM show بزنم ملکی وی رو میبینیم که این موجودیه که اینجاست، که این سیاه‌سفیده، این فقط رنگ داره مقدار شدت رو نشون میده اینجا، حاضر کالر باریه که داریم. حالا میخواییم با این عکس مواردی گفتیم رو حساب بکنیم. برای وان پوینتش که اصلا هیچ اتفاق خاصی نمیافته، اصلا وان پوینت ربطی نداره در چند بود داریم حساب میکنیم، چون مهم نیست نقطه ها به هم دیگه چه نسبتی دارن، همه نقطه ها به ترتیب فقط باید یه بار دیده بشن. برای همین همون پیشنهادی که مهدی یوسف زاده گفت، من همونجا داشت داریم داشتیم رفتیم راجع به مومنت ها حرف میزدیم، ولی برای هر چیز دیگه هم میشه همون رو استفاده کرد، همون راجع بهش حرف زد. و اونم اینه که مثلا فانکشنی که داریم برای این که
پی دی اف حساب بکنه، کافیه بگیم هر چی که میگیری و اول بیا نسخه فلتنش رو بردار. فلتن یعنی چی؟ بذار من نشون بدم بهتون. ما وقتی میگیم که یه چیزی رو فلتن میکنیم، یعنی اینکه میاد کلن بردش توی یه بود، کلن این موجود رو بر میداره، میبره توی یه بود میشونه و توی یه بود شروع میکنه باش حساب کتاب کردن. یعنی اینکه باز بذار بیشتر توضیح بدم، یعنی مثلا حالا نمیدونم قرار بدش چیه، سطر به سطر احتمالاً بر میداره و این سطر رو کلن میذاره پشت سر هم، یه آرایه یه بعدی دارید که پشت سر هم باشه، شاید هم ستون به ستون کار میکنم، فکر کنم سطر به سطر. پس برای وان پوینتش هیچ مشکل نداریم، همون توابعی که قبلا داشتیم همه چی رو حساب میکنه. یعنی اینکه ما میتونیم تابع توزیع اصلا حساب نکنیم. بریم سراغ تابع خود همبستگی، آوتو کورلیشن. تو آوتو کورلیشنی که قبل از این حساب کردیم برای یک بود، هست همینجاست، یه بار اومدیم روی همه تاوها رفتیم و به ازای هر کدوم از این تاوها اومدیم حساب کردیم ببینیم سی چه شکلی میشه. این سی تاو اومدیم حسابش کردیم، اومدیم گفتیم که خب مال این تاو اینقدر میشه، این یکی تاو اینقدر میشه، هر کدوم چقدر میشه. اما الان نمیتونیم بیایم این کار بکنیم، چون فرض بکنید من میگم حالا تاو پنج رو میخوام بردارم، یعنی که تاو پنج رو بردارم آیا باید چی کار بکنم؟ یه بار رو همه دیتاها برم ازشون بپرسم کیا پنجن؟ خیلی زیاد میشه. و دوباره دفعه بعدی بار رو همه برم یه بار بپرسم کیا شیشن؟ این فاصله ها و رو همه دیتاها برم، یعنی رو همه جفت دیتاها برم که خیلی زیاده. در عوضش میایم چی کار میکنیم؟ میایم برعکس میکنیم قضیه رو، یعنی این که میایم یه لوپ، این دقیقا دو تا لوپ میزنیم روی خود دیتاها، من این شکلی بنویسم، لوپ روی دیتا میزنیم، یه جفت که برداشتیم مثلا ایکس آی که برداشتیم و ایکس جی برداشتیم، اینجا ازشون میپرسیم که شما فاصلتون چقدره و آره ایکس آی و ایکس جی رو حساب میکنیم. حالا آره که حساب کردیم میتونیم بگیم که خب اوکی، پس کورلیشن این آر این بهش اضافه میشه که مثلا ایکس آی ضرب در ایکس آی ضرب در ایکس جی. این کل الگوریتمیه که ما بعد الان یه بار تکرارش بکنیم. برای اینکه این الگوریتم رو بریم چیکار میکنیم؟ میگیم که سوالی هست؟ برای اینکه این کار رو بکنیم میگیم که میخوام یه آتوکورلیشن دو بودی داشته باشیم. آیا فانکشن از اول تعریف کنیم؟ آره فانکشن از اول تعریف بکنیم. من یه آوتو تو دی تعریف میکنم که حالا بعدن میگم چه ورودی هایی میگیره، ولی خب به صورت پیش فرض ورودی که میگیره دیتاست و حالا یه چیز دیگه هم خواست بهش اضافه میکنیم. بعد میخواییم اون سی آر رو بسازیم، سی که قرار آر توش به وجود بیاد، که اسمشو میذاریم سی. سی مثل دفعه های قبل نامپای دات زیروزه. به چه طولی؟ به طولی که میخواییم بینز داشته باشیم، که خب پس اینجا از ورودی های دیگه که میخواییم بینزه. بینز به صورت پیش فرضم مثلا هر تعدادی بکنیمش، به صورت پیش فرض مثلا سی تا بین بکنیم اینجا. پس من به تعداد بینز میام سی درست میکنم، بعد میرم میگم که حالا بیا رو دیتاها بچرخ. مهمه که چند بار بچرخ. چون مهمه که چند بار بچرخ، پس من جمله ورودی هایی که بعد بدم اینه که چند بار بچرخ، چند تا دقیقت جفت نقطه بردار از روی این عکسی که دارم. من میخوام هی جفت نقطه بردارم، بعد بیام فاصله ی این جفت نقطه ها رو حساب بکنم و بعد بگم که اوکی سی آر این فاصله آری که دارم میشه همون ایکس یه آی ضرب در ایکس یه جی
یعنی مقدار شدتمون باشه در آی و جی که آر مساوی با فاصله آی و جی، که حالا وقتی فاصله رو توی دو بود داریم حساب میکنیم اقلیدوسی حساب میشه، رادیکال دلتا ایکسشون به علاوه دلتا وایشون. این کاری که میخواییم بکنیم. پس اینجا بهشون میگم که چند جفت نقطه بردار، من مثلا پیشفرض میگم که 1000 تا 10000 تا نقطه پیشفرض بردار. بعد میگم که بیا حالا روی اون جفت ها به چرخ for i in range n، اسمش رو گذاشتیم n، آره، چی کار کن؟ بیا رندوم عدد بردار. رندوم عدد برای رندوم عدد برداشتن از خود مثلا نامپای رندوم استفاده میکنم. بذارید این پایین نشون بدم دفعه پیشم، حالا اگه کسی بچه های ویدیوها رو دیده باشن، اینا رو تو ویدیوها توضیح دادیم قبلا. اینجا میگم نامپای رندوم دات رند اینت استفاده میکنم. رند اینت رو ببینید داکیومنتیشنش رو، میگه از یه لوی تا یه های سایز بدید به من. من میگم که از صفر، بیش فرضش خودش صفر هست ضرر نداره ولی بدیم، تا لن اون موجودی که میخواییم داشته باشیم، حالا چون اینجا دارم دستی چیز میکنم، میگم مثلا صفر تا ده بیا 5 تا عدد به هم بده، میاد 5 تا عدد رندوم میده که بین صفر تا ده. پس اینجا کافیه بگم که numpy dot random dot rand int. یه چیزی بچه ها، الان چون که هی نمیریم برگردیم، من پیشفرضم اینه که حالا یه طوری دارید همراهی میکنید، اگه براتون ممکنه مثلا خودتون همون کنار اون کاری که من دارم میکنم رو تکرار بکنید، یا اگه زمان میخواید برای اینکه هی هر وقت من چیزی می‌نویسم شما هم بنویسید، بگید این رو ببینم شما چجوری میپسندید. چون اینطوری که داریم میریم، اگه فقط شما الان داشته باشید فقط داشته نگاه بکنید، احتمالا خیلی زود خسته بشید. میگیم که رند اینت صفر تا لن دیتا رو بردار، یعنی از اینجا تا اینجا یه عدد رندوم به هم بده. و چطوری به هم بده اینا رو؟ توی پک های چارتایی به هم بده، چارتا از اینا به هم بده. و من این چارتا رو چی اسمشون دفعه پیش گذاشته بودم؟ فکر کنم گذاشته بودم x1 y1 x2 و y2. مثلا اومده چیکار کرده؟ حالا اومده 4 تا عدد رندوم برداشته که این 4 تا عدد رندوم معادل 2 تا نقطه رندوم تو عکس من. پس ما الان 2 تا نقطه داریم. حالا که 2 تا نقطه داریم، باید اینا رو فاصله هاش حساب بکنیم. که فاصله این نقطه چجوری میشه؟ آر مثلا اسمشونو بذاریم، آر بزرگ بذاریم، آر بزرگ بذاریم. آر بزرگ مساوی میشه با numpy dot sqrt، یعنی رادیکال دلتا x2 به علاوه دلتا y2 که میشه x1 منهای x2. یه دونه پرانتزم اینجا اضافه بکنم، x1 منهای x2 به توان 2 به علاوه y1 منهای y2 بازم به توان 2. این شد فاصله شون. حالا که فاصله شون رو داریم، میتونیم بیاییم اونا رو اضافه بکنیم. فقط یه نکته وجود داره، ما مثل دفعه پیش همه چی رو داریم به صورت کلاس بندی انجام میدیم. چون داریم همه چیز رو به صورت کلاس بندی انجام میدیم، باید اینا رو بندازیم تو اون کلاس هایی که میخوایم. یعنی اینکه این سیه به تعداد بینز اونجا چیز داره، چیز داره، چی بهش میگیم؟ عضو داره، طول داره در حقیقت. حالا میگیم چی؟ میگیم که اوکی، فاصله حساب شد،
این فاصله ای که حساب شده جزء کدوم کلاسه؟ میگم که ساده است، همین آری که الان داشتیم رو بردار، اینو تقسیم کن به دلتا ایکسی که داشتی. دلتا ایکسی که داشتی هست، بفرمایید سالش رو. من دوباره یه سوال بپرسم. بله بله. این آری که ما تعریف میکنیم مثلا آر 120، من احساس میکنم مثلا آری که این بذارم چجوری جملاتمو بگم، مثلا آر 120 که از مرکز عکس گرفته میشه با آر 120 که مثلا دو تا نقطه آبی از هم میافتن، اینا اطلاعات فیزیکی این وسط گم نمیشه؟ مثلا اگه ما آرمون یه نقطهش وسط عکس باشه، یه نقطهش مثلا رو بازوی این کهکشان باشه، آری که دو تا نقطهش یه نقطهش توی آبیه یه نقطهش توی آبیه دیگه است، یا مثلا توی زرد دیگه است، این کورلیشناشون احساس میکنم این وسط یه مقدار یه جوری میشه. اصلا هدف ما همینه، ما داریم بین همه اینا میانگین گیری میکنیم. این کورلیشن هیچ وابستگی فضایی نداره که حالا، یعنی انگار یه جورایی شما این فرض رو اونجا در نظر گرفتی که داری روی تصویری این کار رو انجام میدی که مثلا همگن و همسانگرد، حالا نباشه مشکلی پیش نمیاد، ولی دقیقا نکتهش همینه که ما میگیم در کل این تصویر همه نقاطی که فاصله 5 دارن به طور میانگین اینطوری کورلیتدن. حالا ممکنه شما این گوشتون اونایی که فاصله 5 دارن یه طور کورلیتد باشن، اینایی که این گوشه هستن یه طور دیگه کورلیتد باشن. اگه مسئلتون اینجوری باشه، خب شما دارید میانگین اینها رو میبینید، یعنی این جنس از اطلاعاتی که شما الان دارید میگید توی این نوع از آنالیز اصلا دخیل نیست. ما اطلاعات مکانی به صورت مشخص اونجا نداریم، همه چیز میانگین گیری شده است رو کل فیلدمون. هم پس اون داستانی که میانگین گیر میکنه اونو اصلا فرض کردیم که داریم پیش میریم جلو. بله ما میانگین گیری میکنیم، ما تعداد هم با طول 5 مثلا تعداد خیلی زیادی جفت نقطه برمیداریم با فاصله 5 و بین همه اینها میانگین گیری میکنیم. ما خب داریم چیز میکنیم دیگه، داریم سی آر رو حساب میکنیم. سی آر هست مقدار چشم داشتیه، حالا مثلا کیسیه، اسمشو چی بذارم، اسمشو بذارم، بذاریم شکلی بگم، میذاریم کیسی آی و کیسی جی که فاصله کیسی آی تا کیسی جی از همدیگه آره. بله. و این مقدار چشم داشتی دقیقا داره میگه که من دارم میانگین میگیرم اینجا، دارم از همه اینها میانگین ها رو ضرب میکنم تا همدیگه و همه این ضرب ها رو با همدیگه میانگین میگیرم. پس اونجوری باید تعداد جفت نقطه هامون رو خیلی زیاد انتخاب کنیم تا یه نتیجه خوبی به من احساس کنم. اگه تعداد جفت نقطه ها رو کم انتخاب کنیم، شاید همون میانگیری هم یه مقدار اطلاعاتش درست نباشه. دقیقاً میانگین گیریه برای اینکه نتیجه قابل اعتماد داشته باشه، بعد تعداد خیلی زیادی نقطه انتخاب بشه. ولی نمیدونم دیروز شما بودید یا نبودید، فکر کنم بودید دیروز. در این مورد آخر بودم، حالا نمیدونم. اتفاقاً در این مورد بحث کردیم که دقیقاً اینجا ما تعداد نقاط زیادی باید بگیریم برای اینکه این افت و خیزهایی که میتونه از میانگین گیری به وجود بیاد اینقدر کوچیک باشن، افت و خیزهای آماریمون که اذیت نکنن ما رو. نکته ای که آقای سلش رو گفتن، بله، در میشه زمانی که ما یه تعداد آنسامبل داریم، خب یعنی تعریف دقیق کورلیشن زمانی که ما یه تعداد زیادی آنسامبل داشته باشیم و مثلا به صورت خاص مثلا بین مرکز این حالا کهکشان و حالا یه نقطه دیگه بیایم روی آنسامبل ها میانگین گیری کنیم. حالا که نداریم آنسامبل، میایم از این در واقع روش استفاده میکنیم. دقیقاً حالا که یعنی ما اگه نمونه زیاد داشتیم میومدیم مثلا تعریف میکردیم که حتما یه نقطه مرکز باشه، یه نقطه هم رو شعاع دایره‌ای به شعاع آر باشه مثلا. بله، اصلا تعریف دقیق کورلیشن در واقع تعریف آنسامبلیشه. زمانی که ما دیتا استیشنری داشته باشیم در واقع میایم از این تعریف معادل استفاده میکنیم. دقیقاً اینی که الان محمد حسین داره میگه این اتفاقیه که اینجا میفته، که یعنی این تعریفیه که اینجا داریم که کورلیشن به طور کلی
وابسته است به دو نقطه، در دو نقطه وابستگی داره و خب شما همواره دارید انسامبل اوریج میگیرید بین این دو تا نقطه‌ای که داریم ازش حرف میزنیم. ولی اگه استیشنری باشه میتونیم به جای اینکه دو نقطه باشه بندازیمش روی اینکه فاصله بین این نقاط چه شکلی باشه، چون استیشنری که باشه یا حالا این استیشنری باشه یا در مورد تصویری که داریم حرف میزنیم مثلا همگن و همسانگرد باشه فرق نداره دیگه کجا رو داشته باشی نگاه بکنی، آمار همه جا یکسانه. تو فیزیک داریم مثلا یه موضوعی که حتما باید تعداد زیاد داده داشته باشیم تا از روش آنسامبل بریم، یا همش اصولا همین جوری کار میکنن؟ مثلا میگیم اینجا داده ما استیشنری نیست، ما باید حتما یه مجموعه زیادی داشته باشیم تا آنسامبلی روش کار کنیم. من متوجه نشدم سوال راستش. مثلا یه تایم سری، حالا نمیدونم هر چیزی، یه ستاپ آزمایشگاهی رو بچینید توی روزهای متفاوت، بیایید در واقع اون دیتاشو ریکورد کنید و هر روزو مثلا بذارید یه آنسام، بعد حالا بیایید این کورشن فانکشن رو روی اون آنسام ها در واقع مطالعه کنید. یعنی فاکتوری که این اندازه‌گیری هایی که مختلف انجام میشه میتونه این داستان آنسامبلی رو به وجود بیاره. بله مرسی، ممنون. ممنونم ازتون. داشتیم چی کار میکردیم؟ اینجا بودیم درسته؟ آره، گفتیم که فاصله رو حساب کردیم، حالا میایم فاصله رو میندازیم توی یکی از کلاس هایی که داریم. کلاسمون چه شکلی میشه؟ میشه اون آری که داریم تقسیم بر دلتا ایکسی که داریم، که حالا دلتا ایکسمون میتونه چه جوری باشه؟ دلتا ایکسمون میتونه، بذارید اینجوری بگم، من ما اینجا حد اکثر فاصله ای که میتونیم بین دوتا نقطه داشته باشیم روی این قطر دیگه از اینجا تا اینجاست، این حد اکثر فاصله ای که میتونیم داشته باشیم، اسم اینا مثلا آر رو بزرگ گذاشته بودیم ال بذاریم، این ال میشه بزرگترین طولی که میتونیم باشیم، اینو اگه تقسیم بر بینز بکنیم این میشه همون دلتا ایکسمون، دلتا المون. اینو پس ما، یعنی ما الان اینو چی میخوایم تقسیم بر دلتا ایکس بکنیم، بعد در حقیقت تقسیم بر ال تقسیم بر بینز بکنیم. برای همین ال رو بیایم یه بار بسازیم. ال چیه که میخوایم بسازیمش؟ ال هست فاصله قطری این که میشه، حالا میشه رادیکال دوتا اون طولی که داریم دیگه، یعنی میشه نام پای SQRT دو ضرب در اون لن دیتامون، و بعد اینجا این میشه R تقسیم بر، پرید جلوتر، این میشه R تقسیم بر L تقسیم بر بینز، و این میشه چی؟ این میشه کلاسی که اون R داره، همون مثلا اسمشو کلاس ها رو قبلا K میذاشتیم. این کلاسش حالا مشخص شد. حالا که کلاسش مشخص شد حتی ما اینو باید اینتجرش رو نگاه بکنیم، پس من یه numpy dot floor هم میگیرم که این درست بشه، و در ادامه میگم که خب خیلی خوب، الان میتونیم به سی کی یه چیزی رو اضافه کنیم. اون چیزی که اضافه کنیم چیه؟ دیتای ایکس یک وای یک ضرب در دیتای ایکس دو وای دو. هر یه چیزی ما وقتی میخوایم کورلیشن حساب بکنیم همواره انگار این فرض رو داریم که دیتامون چیزه دیگه، دیتامون نرماله. بیایید اول هرچی به همون دادن رو یه بار خودم مطمئن بشیم که نرمال هست، یعنی مینهاش کنیم به میانگین دیتا و تقسیمش بکنیم به استاندارد دیوییشن STD دیتا.
کار دیگه بعد بکنیم. آها آخر سر بعد فقط اینو حالا نرمال بکنیم. برای نرمال کردنش بعد چی کار بکنیم؟ برای نرمال کردنش میگیم که توی هر کدوم از این کلاس ها چند تا موجود نشسته و به اون به تعداد اون موجوده یه کانتر میذاریم. یعنی همین کاری که الان سرون قبلی هم داشتیم انجام میدادیم. کانتر رو اسمش بزنم سی کوچیک؟ نه مثلا کانتر کانتر هم مساویه با همون نامپای زیروز بینز و هر وقت شما اینو حساب کردی به کانتر اون کلاس هم یه دونه پلاس مساویه یک انجام میده. این هم یه پلاس مساویه مساویش افتاده. چیز دیگه ای میمونه؟ نه فقط چون توی فانکشنیم یه بار میگیم که ریترن کن این موجودی که ساختی رو، یعنی سی رو. آها نه سی رو که نه، ما که سی رو نرمال نکردیم. سی رو نرمال میکنیم، سی مساوی میشه با سی که داشتیم تقسیم بر کانتر و حالا سی رو بده بیرون. به نظر خوب میاد. ببینیم آیا مشکلی داره یا نداره. پس auto 2d همین mw رو مثلا حساب بکن. یه جا مشکل میخوره. یه جا اندیسی دادیم که چیز نیست، اینتجر نیست. کجا اندیسی دادیم که اینتجر نیست؟ x1 x2 y2 اون که اینتجر هم همه، k هم اینتجره درسته؟ k یا چی هم؟ این چون تو فانکشنه که اینجور من نمیتونم بدم بهش. بذاری به جای نامپای فلور یه سره بگم آقا اینجا اینت بده. این احتمالا مشکل رو حل بکن. آره مشکل رو حل کرد. یه جا تقسیم بر صفر داشت که میده اینجا اینایی که نن دادن بیرون. اینا چرا نن دادن؟ چون توی اون طول ته تهش دیگه کلاسمون خالی مونده بود. چون کلاسمون خالی مونده بود سیش صفر شده بود. چون داریم تقسیم بر کانتر میکنیم یه کلاس خالی داریم نن میده. پس میتونیم یه کاری بکنیم، اونم اینه که اینجا کجاست؟ اونجا که کانتر رو داریم تعریف میکنیم جای سی زیروز وانز بذاریم. چون این تو این 10,000 تا و 1,000,000 که داریم برمیداریم این تعداد وانز هیچ تأثیری نداره، ولی حداقل نمیذاره که تقسیم بر صفر داشته باشیم. میبینید تهش واقعا صفر میشه. حالا که اینجوری شد همه چی خوبه. بیایم پلاتش بکنیم. plt.plot کن همه موجودی که من اینجا بهت گفتم رو. که میشه این که اینو دیشب توی کلاس رفع اشکال تازه فهمیدیم مشکل چیه. چرا این سمت چپی autocorrelation اولش داره به یک نمیرسه در حالی که انتظار داریم برسه. بذار من اینو متغیرهاشو اون پارامترهاشو عوض بکنم. بینزشو مثلا بذارم 50 و نیک اسمش چی بود؟ انشو بذارم 1,000,000. بریم چی میشه این؟ طول میکشه تا حساب بکنه. خب تا این داره سوال حساب میکنه کسی سوالی داره از این تابه که اینجا نوشتیم؟ و لطفاً این هم به من یه بازخورد بدید که آیا فقط دارید نگاه میکنید یا دارید اون چیزی که من مینویسم با من مینویسید یا یه وقت جدا نیاز دارید که همینو بنویسید یا حتی یه گزینه سوم همه تو اینا رو نوشتید و تکراریه براتون. یه بازخورد بدید لطفاً. یه نفر که داره مینویسه. نموداری که قبلا رسم کرده بودیم جور دیگه ای بود. آها مینویسید، عالی. پس
خیلی خوب، پس هی من فرصت میدم بهتون که اینو چک بکنید. فقط آقای سلحشور نمیداری قبلا رسم کرده بودیم، چرا اینجور دیگه بود؟ میخوندید توضیح بدید؟ بذار من کلن بذارم، الان دسترسی دارید میتونید سوال بپرسید. آها برای سیم، نه من الان دارم دیتای ملکی و یا آره دیتای ملکی و یا سال. بله از سوال قبلی میاد تهشمون اینکه ما خب فرض استیشنری رو داریم دیگه، اینجا دیگه که داریم از این روش اتوکورولیشن رو حساب میکنیم. حالا برای داده هایی که مثلا ایوال و کهکشان رو میخوان محاسبه کنن و مثلا یه سری پارامترها رو تخمین بزنن، اونجا که دیگه فرض استیشنری رو نمیتونیم پیاده کنیم. میتونیم چون ساختاره عوض میشه، یه سری جا چگالی عوض میشه، بعد یواش یواش مثلا یه سری متغیرها عوض میشن، دامیننت ها عوض میشه، اونجا دیگه نمیتونیم داشته باشیم این شرط، درسته؟ آره جایی که شما این دیتاتون این شکلی نباشه، حالا میتونید استیشنریش بکنید دستی، چون معمولا حالا در مورد دیتای یک بعدی مثلا تصورش راحت تره، اینکه آن چیزی که از استیشنری بودن ممکنه در بیاره ممکن مثلا یه ترند باشه، فقط ترند رو در بیارید شاید مشکل حل بشه، ولی گاهی هم نمیشه این کارو کرد. اینا دیگه روش های پیچیده تر و پیشرفته تری میشن که چجوری ما میتونیم با دیتا بازی بکنیم. ولی آره بیشتر فیچرهایی که معمولا باشون کار میکنیم فرض اون پشت دارن که یه موجود استیشنری دم دستشونه. خیلی ممنون، خواهش میکنم. آها بذارید من یه کاری میکنم، من این شیر اسکرین رو بر میدارم، خود کد رو شیر میکنم، بذارید من کد رو جدا بکنم که بتونم هم صفحه اینجا رو ببینم هم شما صفحه کد رو ببینید. Select a window. Jupiter. اوکی الان فانکشن جلوتون بازه، یه 5 دقیقه اگه ممکنه توی 5 دقیقه بنویسید، مقایسه کنید با مال خودتون، ببینید جاییش مشکل دارید، جایی براتون سواله که چرا این کارو کردیم، اگه چون چیزی بود بگید که روش حرف بزنید. آها اونجایی که عکس رو وارد کردیم، چشم، من یه بار دیگه بگم، ما عکس رو با imread خوندیم، تصاویر مثلا یه تصویر jpeg رو میتونید اینجوری بخونید، و بعد این چون سه تا کانال داشت، یعنی ماتریسش این 1350x1350 درسه بود، ولی اطلاعاتی تو بقیهش ننشسته بود، من یه کانالش رو فقط برداشتم که شد این عکسه، بعد این فانکشن رو نوشتیم. آقای مصلحی که گفتید آدرس رو متوجه نمیشه، احتمالاً می وقتی دارید همینجور اسم رو میذارید به عنوان آدرس، پیش فرض اینه که همه چیز در یک دایرکتوری داره اتفاق میفته، یعنی نوتبوک شما با تصویر شما در یک دایرکتوری، اگه غیر از اینه یا باید آدرس نسبی درست رو بهش بدید یا اصلا کلا باید آدرس مطلق بدید. اگه همچنان مشکل رفع نشد میتونید اسکرینتون رو شیر بکنید با هم نگاه بکنید مشکل چی ممکنه باشه. آره بچه اگه به مشکلی خوردید یه جایی، چه کدتون مشکل داشته، خودتون سوال داشتید بگید لطفا. آقای سلحشور باز صداتون خیلی کمه، اگه ممکنه الان خوبه؟ الان درست شد. بله اگر آقای مصطفی نمیدونم با گوگل کلاب دارن کار میکنن یا با کامپیوتر مثلا پایتون استفادهشون هست یا رو کلاب، اگر رو کلاب دارید کار میکنید بعد گوگل درایو رو ماونت کنید که هفته که دارید کار میکنید تا بتونید پیدا کنید، اگر که نه از همون کامپیوتر شخصی بفرستید پایتون
فقط کافیه مثلا بزنید فولدر دی یه پکیج نش مثلا استفاده در همین هم. ولی اگه به گوگل فول اگه حتما باید باشید تو به گوگل فلای رو در پیدا ممنون از ازتون. سلامت باشید. نمودار رو نشون بدم. بله این نموداریه که الان در آورد. بذارید من راجع به این مشکلی که دیروز توی حل جلسه رفع اشکال متوجه شدیم که هستم یکم توضیح بدم. انتایر اسکرین اگه دقت کرده باشید این الان نقطه شروعش کمابیش خوبه، از یک شروع میشد، ولی من وقتی بینام کمتره، مثلا 10 بین دارم کلن، حالا کاش 1,000,000 کمتر میکردم زودتر ران بشه، این دیگه از نزدیک 1 شروع نمیشه، میاد پایین تر شروع میشه، در حالی که ما انتظار داشتیم این از 1 شروع بشه دیگه. اتفاقی که حالا دیروز صحبت کردیم با بچه‌ها به این نتیجه رسیدیم که این مشکل داره پیش میاد اینه که وقتی شما تعداد بین‌هاتون از یه مقداری کمتر میکنید، یه بین مثلا اینجا شروع میشه، مثلا فرض کنیم کلا این بازار میخوام بکنم 10 بین، یه بین اینجا شروع میشه بعد اینجا تموم میشه، این به این بازه وسیع تازه خودش میشه یه دونه بین، در حالی که ما داریم اسمشو میذاریم بین شماره 0، و این چون بین شماره 0 انتظار داریم بین شماره 0 مقدارش 1 باشه، اما اتفاقی که داره میفته اینه که در بین شماره 0 موجود یعنی نقاطی وجود دارن، جفت نقطه هایی وجود دارن که خیلی فاصله شون زیاده، دیگه واقعا نمیتونستیم با 0 تقریبشون بزنیم بگیم اینا کما بیش نزدیک هم دیگه، و اینا کورلیشنشون از 1 خیلی اومده پایین‌تر، و کاری که اتفاقی که میفته اینه که بین همه اینا میانگین گیری میشه، یه نقطه جدید میذاره که این نقطه جدید کمتر از 1. حالا الان این خروجی جدید که اومد میتونیم ببینیمش. ببینید وقتی من 10 چیز کردم، 10 بین گرفتم، این از خیلی خیلی پایین تر شروع میشه، در حالی که انتظار داشتیم بین اولمون از 1 شروع میشه. بین اول در صورتی دقیقاً 1 که فقط اونایی که طولشون واقعا صفره توش باشه، ولی خب ما طولای بیشتر هم به اسم طول صفر داریم به خوردش میدیم. دیگه نکته این داره اگه تعداد اینها زیاد بشه، تعداد دیتا کم بشه، هم این اتفاق میفته. بله بله، کورش فانکشن به ازای فاصله صفر در واقع همون واریانسه، خب واریانس دیتامون 1 بوده، و زمانی این اتفاق میفته ما واریانس رو روی همه دیتا حساب کنیم، در اون واریانس میشه 1. اینجا در واقع یه سابستی از اون دیتا رو انتخاب میکنه، حالا به خاطر اون کدی که نوشتیم، در واقع یه تعدادی از اون دیتا رو میاد انتخاب میکنه و در واقع واریانس رو برای همون تعداد دیتا میگیره و الزاما اون 1 نیست. بله بله. خب دوستان نوشتید این فانکشن رو، الان کسی هست که نداشته باشه اینو؟ اگه هست بگید، اگه نیست که ادامه بدیم. گویا نیست، ولی 3:45 هم شده. بذار ببینیم اگه یه مسئله مورد بعدی که میخواییم بهش بپردازیم خیلی چیز کم و کوچیکی باشه نشون بدیم و بعدش یه سره بریم سراغ بریک بعدی. من گم کردم این که سوالمون این بالا بود، گفته بودیم که برای مثلا تصویر کهکشان تابع خود همبستگی وزندار رو بیایید نگاه بکنید و تبدیل فوریه دو بعدی. تبدیل فوریه دو بعدی رو بذارید بعد یه بریک انجام میدیم. الان بریم برای مثلا CMB این چیزی که الان داشتیم رو حساب
فکر نکنم حتی نیاز باشه دیگه، اینو فقط میخواد تغییر، فقط میخواد ورودیش رو عوض بکنیم. این احتمالاً نیازی نباشه انجامش بدیم. تبدیل فوریه طول میکشه، بذاریم بعد بریک. چه کاری میتونیم الان تا چیز انجام بدیم، تا زمان بریک انجام بدیم، و چه تغییری در تابع محاسبه تا به توزیع احتمال؟ این سوال باز مونده بوده. چی میخواستم بپرسم؟ آها من یادم اومد. اینجا فکر کنم میخواستم راجع به اون ویندو فانکشن ها بپرسم، اون جایی که اگه یادتون باشه ما وقتی هم صحبت های دکتر مباهد یادتون باشه، هم اون جایی که ما داشتیم پی دی اف حساب میکردیم، در فانکشنی که ما میایم پی دی اف حساب میکنیم، وقتی یک موجود یعنی یه دیتا پوینت جدید رو بهش برمیخوریم، میگیم که شما بیا یک دونه حساب شو و به علاوه یک شو. این کاریه که کار معمولیه که انجام میدیم. اگه به جای اینکه به علاوه یک بکنیم، اینو بیایم یه عدد دیگه ای و اضافه بکنیم، یه فانکشنی حتی باشه، یه وزنی اضافه بشه، یه ویت فانکشنی اینجا باشه، میتونیم از همون نرم کردنی که دکتر مباید توی موضوعشون داشتن میگفتن داشته باشیم و پی دی افی که به دست میاد نرمتر شده باشه نسبت به این، بسید پیش فرض کلش نرمتر شده باشه این، ولی خب نیاز نیست الان واقعا انجام بدیم این کار رو. خب فکر میکنم میتونیم بریم بریک و بعد برگردیم.